با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره کلاسیفیکیشن آنالیز در خدمتون هستم. بچه در ادامه کاری که داشتیم انجام میدیم، پروژه که داشتیم انجام میدادیم، رسیدیم به اینجا که ما یه ستونی داشتیم، یه تعداد زیادی کامنت داخلشه. این کامنت ها رو با گتامیز نمیشه جمع جورش کرد، چون یکی دوتا دونه نیستن، اینا همشون مختلفن. پس بعد چیکار کنیم؟ ما یه ابزاری داریم بچه ها به نام کانت وکتورایزر که زیر مجموعه فیچر اکستراکشن سایکل لرن بچه ها. میاد چیکار بکنه؟ میگه میاد کانورت میکنه a collection of text document to a matrix، دقیقا همون چیزی که من میخوام. البته باز این دقیقا همون چیزی که من میخوام نیست، حالا یه محله دیگه هم داره که جلوتر بهتون میگم. پس بچه ها این یه مجموعه تکست رو میگیره تبدیل میکنه به ماتریکس برای ما. ولی مثالش هم اینجا زده، خواستید میتونید ببینید. بریم سراغ کد خودمون بچه. میگم from scikit-learn dot feature extraction dot text import کن count vectorizer. بعد میگم یه دونه اینستنس ازش درست میکنم، وکتورایزر میذارم اسمشو مساویس با کانت وکتورایزر. بعد میام چیکار میکنم؟ اون ستونم رو میدم به این وکتورایزره، یه اسم براش میذارم الکسا کانت وکتورایزر کانت وکتورایزر مساویس با وکتورایزر دات فیت ترانسفورم، ستون رو بهش میدم، ستون هم اسمش چی بود؟ Verified Reviews. خب حالا بچه به نظرتون این چیزی که ما به دست آوردیم چیه؟ بریم ببینیم چیه. اما ببینیم ابعادش چقدر بچه ها، شاید تعجب کنید ابعادش رو ببینید. 3150 در 4444 4044. این ببین چقدر چی شد. یعنی ما اون تکستمون رو تبدیل کرد به یه همچین ماتریکس عجیب غریب بزرگی. حالا میخواد محتویاتش رو ببینید، حالا من خودش رو نمیتونم نشونتون بدم چون احتمال سیستم هنگ کنه، ولی یه دستوری داریم به نام پرینت وکتورایزر دات گت فیچر نیمز یا کنید بچه چی بیان برگردوند. همه اون کلمات رو داریم اینجا بچه، میبینید تک تک کلماتی که تو اون تکست به کار رفته. یه همچین چیزی شد، یعنی اومده این ماتریس ساخته به این ابعاد از تک تک کلماتی که داخل اون به کار رفته. حالا میخوام یه چیزی که نشونتون بدم. چیزی هم به نام تو اری، همون ماتریس رو تبدیل میکنه به یه ماتریس، به یه آرایی بچه باشد. میبینی به این یه آرایی است. حالا ما در ادامه از این آرایه استفاده میکنیم، یه دیتا فریم ازش میسازیم. قبلش بچه یه کار باید بکنم، قبلش باید برم اون ستون کامنت ها رو پاک کنم دیگه، چون لازمش ندارم، میخوام یه چیزی جایگزینش کنم. اون ستون رو ازش کردم. حالا باید اینو
این ماتریس جدیدم و یه جوری تبدیلش کنم به دیتا فریم، بعد اضافهش کنم به دیتا فریم قبلی. خب چجوری این کار میکنم؟ خیلی ساده بچه، مینویسم اسمش، یه اسم براش میذارم encoded مثلا reviews سرویس با pd dot data frame تبدیلش میکنه به یه دیتا فریم برام. و در آخر چیکار میکنم؟ df concat df alexa encoded reviews، این دوتا رو با هم دیگه متصل میکنم به صورت ستونی. خب حالا بریم اینو ببینیم بچه چی جوری شد. یه همچین چیز عجیب غریبی شد بچه، نگاه کنید این ستونه اینجا رو نگاه کنید، این همون کامنت ها بچه ها 4444 تا ستون. حالا اینو من میتونم بدم به الگوریتم برای آنالیز. اوکی الان دیگه آماده شده. خب بریم ایکس و وای هم تشکیل بدیم و بریم بیام جلسه بعدی بیام سراغ الگوریتم بچه. ایکسمون چیه؟ ایکسمون میشه همه یه فیچرامون به غیر از فیچر تارگت. پس از دیتا ست هم فیچر تارگت همون دراب میکنم که میشه فید بک، این میشه ایکس هم، وای هم میشه همون ستون تارگت هم. این هم از این. خیلی خوب، این شد ایکس همون، این هم شد وای همون. بریم بیایم جلسه بعدی میخوام روی این ایکس و وای آنالیزمون رو انجام بدیم. فعلا خلاص.